به نام خدا سلام به شما بیننده های خوب شبکه آموزش خوشحالم که امروز هم با قسمت دیگه از برنامه پخت و پز در خدمت شما عزیزان هستیم و کنار من هم کسی نیست جز یه سراشپز خوب و کاربلد آقای بهرامی سلام سلام خدمت شما سلام خدمت همه عزیزان امروز میخوایم یه دونه از پیش سلامت رو بزنیم که خیلی مناسبه این فصله اسم این غذا امروز چیه؟ سوپ پیاز که میتونه کلی جلوی سرمخوردگی‌ها ها رو بگیره استفاده ازش خب پس حتما براتون خیلی مفید خواهد بود این برنامه رو ببینید تا پایان با ما باشید آقا مواد اولیه چی لازم داره این سوپ؟ حتما مواد لازممون خیلی گسترده نیست اما کاربردی است پیاز نیاز داریم پیاز سفید یا پیاز زرد از پیاز قرمز لطفا استفاده نکنید چون میخوایم تلاییش بکنیم و اون پیاز رنگش سیاه میشه مقدارش 500 گرم هست پیاز سفید از آب مرغ استفاده میکنیم اصاره در واقع گرفته شده از اسکلت های مرغ که جوشاندیم چیزی حدود یک لیتر تا یک لیتر و دیویس و پنجاه در واقع نیاز داریم از ترکیبات دیگری مثل کره پنجاه گرم روغن مایه آفتابگردان گردان پنجاه میلی لیتر و همچنین آرد سفید گندم که 50 گرم نیاز داریم به همراه نان توست حدودا چهار ورق و 100 گرم هم پنیر در واقع گرویر نیاز داره ولی چون ممکنه موجود نباشه از همین پنیر پیتزا ها میتونید استفاده بفرمایید نمک و فلفل سیاه به میزان لازم و یه سوپ خیلی ساده ولی چند تا تکنیک در اون نهفته است برای یاد گرفتن این تکنیک ها حتما برنامه رو دنبال کنید در مورد سوپ خیلی یا فقط به عنوان پیش غذا به اون نگاه میکنن اما امروز ما یک سری توضیحات میدیم به شما که میتونه اصلا خواص غذایی داشته باشه مخصوصا این سوپمون که توش پنیر داره یکم بله. راجبه این و اینکه کالریش هم فکر میکنم بیشتر میشه بله هم کره داره هم پنیر استفاده میشه هر دو دارای درصدی چربی هستند اما به واسطه داشتن پنیر و به واسطه داشتن نان میتونه یه مقدار سیر کننده تر از سوپ های عادی باشه ما معمولا نان رو کنار سوپ استفاده میکنیم نان های در واقع یکم برشته شده و اینها رو این نانش روش سرو میشه حالا باید اجازه بدیم تا انتهای برنامه بریم جلو ببینیم لذت بخش خواهد شد ان شاءالله برای عزیزان هم یا خیر به خاطر این پیازم فکر میکنم خواص درمانیش هم زیاده حتما دقت کنید به شیوه پخت این سوپ اما بریم سر وقت درست کردنش برای درست کردن ما باید اول ظرف رو روی حرارت قرار بدیم حتما حواسمون باشه ظرفمون حرارت زیاد نگیره برای اینکه ما میخوایم قند پیاز رو کاراملی بکنیم برای انجام این کار من کافی است که پیازها رو برشهای خلالی بهش بزنم اما این برشها اگر طول پیاز زیاد باشه ما نیاز داریم که پیاز رو دونیم بکنیم اما اگر پیاز های متوسط استفاده بکنیم دیگه این مشکل هم مرتفع میشه البته مشکل که نیست در واقع میخوایم اندازه ها به گونه ای باشه که بتونیم توی قاشق ازش استفاده بکنیم مخصوصا توی قاشق های سوپ ظرف روی حرارت رفت ظرف کمی گرم شه اجازه ندید ظرف به صورت خشک داغ بشه روی حرارت لطفاً ظرف کمی که گرم شد میریم سر وقت افزودن روغن روغن رو اضافه میکنیم کمی که متشکرم کنم. کمی که روغن گرم شد کره رو بهش اضافه میکنیم اگر که کره و روغن همزمان اضافه بشه ممکنه ممکنه که دوغ کره دوچار سوختگی شه مخصوصا وقتی کره حیوانی داریم استفاده میکنیم که حتما باید این اتفاق بیفته از کره حیوانی استفاده میکنیم پس یه مقدار روغن گرم میشه بعد کره رو بهش اضافه میکنیم و اجازه میدیم ضمن کمی جابجا کردن کره کره هم ذوب ما باید گرم شدن کره هم که اتفاق افتاد و ذوب شد پیاز رو به ظرف اضافه کنیم شروع کنیم با حرارت متوسط رو به پایین پیازها رو کاراملی کردن یعنی چی یعنی قند داخل پیاز که طعم شیرینیش رو ایجاد می‌کنه باید تبدیل به رنگ کاراملی بشه و به این مرحله باید برسیم اگه هر رد زیاد بشه پیاز داغ درست کردیم یعنی مرحله اول سوپمون اگه درست انجام نشه اصلا رنگ سوپمون رو از دست میدیم من با عزتون این پیازها رو هم میریزم داخل ظرف و اجازه میدم آرام آرام حالت کاراملی پیش بیاد تا از فوت کوزگری این سوپ اینه که پیازش نباید بسوزه آقا این خدمت شما اما امروز توی برنامه پخت و پز ما داریم از یک سرویس پنج پارچه وک گرانیتی استفاده می کنیم. سرویسی که مدتی از تو برنامه استفاده میشه جواب خودش رو پس داده و همه هم راضی بودن ازش چرا؟ چون با کیفیت بالایی تولید شده این سرویس ووک به شما این امکان رو میده که غذاهای مختلف رو به راحتی کنید به خاطر پوشش نچسب مناسبی که داره داشتن یک سال زمانت نشون دهنده اینه که تولید کننده از کیفیت محصول خودش مطمئن بوده ضمن اینکه این محصول موفق شده نشان استاندارد ایران رو هم دریافت کنه که باز هم دلیل دیگری بر کیفیت اونه قیمت این پنج پارچه که گرانیتی 199 هزار تومنه اما شمایی که بیننده پخت و پزید به خاطر خرید مستقیم از تولید کننده 100 هزار تومن تخفیف شامل حالتون میشه فقط کافی تلفن همراه رو بردارید و عدد 3 رو به سامانه 1096.66 ارسال کنید اون موقع میتونید با 99000 تومان برای خودتون ثبت سفارش کنید از طرف تولید کننده با شما تماس میگیرن و محصول رو هم در منزل بهتون تحویل میدن بریم سراغ ادامه آشپزی پیاز ها آرام آرام تفت میخوره برای اینکه اگه حرارت زیاد بشه حالت سوختگی توش به وجود میاد باید قند پیاز تبدیل به رنگ کاراملی بشه اتفاقی که الان داره میافته. اما وقتی که به این حالت رسید ما باید آرد رو بهش اضافه کنیم یه تکنیک در تهیه غذاها یه تکنیک فرانسوی استفاده میشه که به این است که اسم اون رو هست یا به زبان فرانسه قو ترکیب کره و آرد به صورت مساوی برای قلزت دادن به انواع سس و سوپ وقتی که پیازها آبش کشیده شد آرد رو اضافه می ترکیب کره و آرد هست ولی قبلتر داخلش آ... کره رو داشتیم به همراه کمی روغن آرد رو اضافه می کنیم و شروع می کنیم به تفت دادن این تفت باید تا حدی بشه که این آرد هم کمی رنگ طلایی بگیره ما سه درجه رو داریم روی سفید روی طلایی و روی قهوه‌ای الان روی طلایی رو نیاز داریم برای اینکه اگر روی سفید بشه یعنی میزان حرارتمون اگر کم باشه و بوی خامی آرد حس بشه و رنگ آرد دچار تغییر نشه اون وقت یه اتفاق بد میفته رنگ سوپمون به رنگ اصیلش در نخواهد آمد رنگ این سوپ رنگی شبیه به در واقع تلایی یا تلایی قهوهی بسته به تفت دادن پیازتون اما اگر آرد زیاد هم تفت بخوره دوچار سوختگی میشه پس آرد رو به همراه این کره و روغن و پیاز تفت میدیم باید یه چیزی حدود دو دقیقه تا سه دقیقه این تبت خوردن اتفاق بیفته اگر روی سفید خواستین درست کنین سی ثانیه تا یک دقیقه با حرارت تند نیاز داریم وقتی که این اتفاق افتاد باید بهش آب مرغ رو اضافه بکنیم از آب گوشت هم میتونید استفاده کنید فقط خیلی رنگ تیره نباشه ما در مورد استاک یا آب مرغ یا اصاره ها هم من بعدا انشالله توضیحاتی در برنامه های بعد خواهم داد چون خودش یه بحث بسیار مفصله تفت رو که انجام دادیم نباید آرد گلوله بشه شرط گلوله نشدنش اینه که آب پیاز کشیده شده باشه به این حالت که رسید و در واقع همه این مواد با هم کمی تفت خورد حرارت رو خیلی ملایم میکنیم و شروع میکنیم به اضافه کردن از اون آب مرغمون یا اصاره مرغمون مرتبا هم میزنیم و بدون قطع ریزش این آب مرغ رو اضافه میکنیم اگر قطع ریزش داشته باشیم یه اشکال پیش میاد گلوله گلوله میشه آردمون مواد ترکیب میشه روی حرارت حرارت متوسط و اجازه میدیم که یه چیزی حدود سی دقیقه پختش انجام شه پختش رو انجام میدیم و در خدمتون خواهیم بود تو این فاصله هم جناب خداوردی عزیز در خدمتون هستن ممنونم از آقای بهرامی و ممنونم از شما که دارید به برنامه توجه میکنید سوپ خوشمزه پیازمون امروز داره تو سرویس پنج پارچه وک گرانیتی درست میشه این سرویس عزیزان دستگیره نسوزه مقاوم هست در برابر حرارت اگر حواستون نبود روی شعله آتیش موند تغییر شکل نمیده بوی بعد در زمان پخت و پز ایجاد نمیکنه تو آشپز خونتون به راحتی میتونید باهاش کار کنید رنگ بیرونی هم در برابر حرارت مقاومه زیبایی خاصی هم به خاطر رنگامیزی خوبش به آشپزخونه شما میده اما درهای پیرکس داره این سرویس با سوپا پیت مینان و استیل ضد زنگ کیفیت بالایی داره به راحتی میتونید در زمان پخت غذا اون رو ببینید و لازم نیست در ظرف رو کج بذارید تا بخار اضافه خارج بشه پوشش گرانیتی این سرویس مهمترین ویژگیشه شما غذا رو با روغن کم میپذید غذای سالمی دارید در واقع میپذید و با خانوادتون میل میکنید ضمن این که کمک میکنه مواد به ظرف نچسبه شستشوی بسیار آسونی را هم خواهید داشت قیمت این پنج پارچه ای واک گرانیتی 199 هزار تومنه اما 100 هزار تومن تخفیف توی برنامه پخت و وجود داره و شما میتونید با 99 هزار تومن محصول رو سفارش بدید اگر مایل هستید این کار رو بکنید همین الان تلفن همراه رو بردارید و عدد 3 رو به سامانه 1096 ارسال کنید از طرف تولید کننده با شما تماس میگیرن و محصول هم در منزل بهتون تحویل داده میشه بریم سراغ ادامه آشپزی و این سوپ خوشمزه ای که آقای بهرامی داره مراحل دیگرش رو در واقع به شما آموزش میده ممنونم باید این سوپ چون بسیار کلاسیک هست باید یه مقدار فلفل سیاه آسیاب درش بهش اضافه بکنیم آها درش باید بشه بله قطعا چون رنگ سوپ رو کدر نکنه پودر فلفل سیاه یه نکته دیگه الان زمانی است که تا سوپمون پختش انجام میشه آرد کاملا میپزه دیگه از حالت خامی خارج میشه میریم سراغ نون توست دقیقاً آب خوبی پیدا میکنه نان توست رو هم بسته به اون ظرفی که میخوایم سروش کنیم میتونیم یه نان توست رو دو قسمت یا چهار قسمتش بکنیم و برای روی سوپ بعد از اینکه سوپ آماده شه استفادهش کنیم فقط لطف کنید روی یه ظرف سی... آ... یا سینی مناسب مخصوص فر یا ظرفی که بتونه حرارت رو داخل فر تحمل بکنه پنیرها رو به صورت رنده شده تکه تکه آ... روی سطح نان قرارش میدیم و اجازه میدیم داخل فر طبقه وسط با دمای 175 تا 180 درجه سانتیگراد یا 350 درجه فارنهایت مدت زمان 10 دقیقه بمونه تا نان کمی توستر و خشکتر و پنیرها زوب و طلایی بشه بعد از اینکه سوپ آماده شد به ازای پرس یک نفر داخل کاسه می ریزیم یک تا دو تا قطعه از این نان های در واقع طلایی شده رو روی سطحش قرار میدیم و سروش می کنیم نانش روش هست وقتی برش می زنید سوپ باید آنچنان غلیظ شده باشه که نانها فرو نره البته نان هم تست شده و این هم باعث میشه که نان به سرعت غرق نشه خب این سوپ الان داره آماده میشه یکم چشم هم چشم من میسوزه فکر کنم به خاطر هست نه دقیقه. ولی خاصیتش خیلی زیاد کمک میکنه اگر سرما خوردید زود خوب شید اگر هم نه سرما نخورید خب سوپ خوشمزه ما آماده شده فقط یه سوال اگر از عزیزان تو منزلشون خواستن این رو درست کنن و ام. به فر دسترسی نداشتن میتونن تو تابه هم ها رو ببرن و پنیر رو بذارن و بله فقط پنیرشون اونجا زوب میشه تلایی نمیشه طلاعی. اشکالی هم نداره اگه وسیله در دسترس ندارن فقط ایزه بدن توی تابه بدون روغن در رو هم حتما بذارن, بزار. که بتونه حرارت یه مقدار پنیرها رو زوب کنه پس این سوپ رو حتما تو منزل درست کنید با اعضای خانوادتون میل کنید مطمئنم که لذت میبرید اما سوپ خوشمزهمون رو امروز تو سرویس پنج پارچه وک گرانیتی درست کردیم سرویسی که سه عدد تابه داره کوچک متوسط و بزرگ دو تا در داره که درهای پیرکس سوپ دار هست با کیفیت بالایی تهیه شده این سرویس عزیزان به خاطر داشتن دیواره های بلند شما میتونید غذاهای مختلف رو توش بپزید تابه ها معمولا برای تفت دادن هست حالا سبزیجات مرغ گوشت اما شما این تو میتونید خورش درست کنید سوپ درست کنید حتی برنج میتونید تو این ظرف درست کنید ریختن روغن هم خیلی کمتر روی گاز یا اطراف محل آشپزیه به خاطر همین دیواره های بلندی که داره قیمت این سرویس پنج پارچه وک گرانیتی 199 هزار تومنه اما با 100 هزار تومن تخفیفی که تو برنامه پخت و پز وجود داره از طرف تولید کننده به خاطر حمایت شما از کالای ایرانی شما میتونید با 99 هزار تومن برای خودتون این محصول رو سفارش بدید کافی تلفن همراه رو بردارید و عدد 3 رو به سامانه 1096 ارسال کنید از طرف تولید کننده با شما تماس میگیرن ثبت سفارش میشه و 160 نماینده که در سراسر کشور وجود داره میاد محصول رو در منزل به شما تحویل میده همونجا هم در زمان تحویل کالا میتونید مبلغ رو پرداخت کنید آقا در خدمت شما ایم اگر صحبتی دارید برای پایان برنامه راجب سوپ یا اینکه احیانا تنوعی که تو غذاها میتونن بدن حالا از اون منوی که معمولا بهش عادت کردن خانواده هایی که دور یه تنوعی داشته باشن توی سبد غذای خانوار ان این اتفاق خیلی خوبی است که ان شاءالله باید در تغذیه ما ایرانی ها بیفته بسیار غذاهای لذیذی داریم اما خیلی هاش خیلی چربه خیلی هاش پخت طولانی داره این سوپ درست کمی چربی رو داره اما کلی خاصیت داره عزیزان رنگ سوپ رو لطفا تغییرش ندین اما میتونید اگر دلتون خواست کمی شلغم خرد شده هم تفت بدین خیلی کم با روغن و به سوپ اضافه بکنید اگر که بخواین یا آنتی بیوتیک طبیعی هم بهش اضافه بشه خاصیت داروییش فکر خیلی بیشتر بشه. دقیقاً به منظور خاصیت دارویی عرض کردم و ها هم طعمش رو خیلی ممکنه حس نکنن طعم شلغم رو راحت‌تر استفاده بکنن خب امیدوارم که از این برنامه هم لذت برده باشید تا یک پخت و پز دیگه یک برنامه دیگه همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم خدا یار و نگهدارتون خدا نگهدار آقا